که این حرکت طبیعی و کاملا غریزیه. میبخشید. کام فرتی نخواب مبتدو این ما در مورد این بدبختی مفلوک مزنون مشکوک این آنارشیسته که خواست داشته خودشو سخت و ببخشید سقط بکنه، چرا بایستی هنگام خودکشی دستش این گونه باز کرده باشه؟ ها عالی جواب داد، سرشو بیوا کردی. گردنش میشه لطفا در مورد کبودی روی گردنش هم یه توضیحی بدین؟ چون اصلا علتش معلوم نیست. آه بهتون توصیه میکنم مراقب حرفایی که میزنید باشید دختر خانم. این یه جور تهدیده. نه بدن بدن نه، یکی از افسران عزیز و نازنین که از کوره به در میره یک مشت محکمی حواله پس گردن مظلوم میکنه. آها بشتری میگی؟ معذرت میخوام ولی واقعیت داره. دیوونه شدین؟ تو حرف مفرزه عرض حضورتون که این مظلوم بیچاره که مورد ضرب و شتم قرار میگیره دچار نفس تنگی شده، بلافاصله یک آمبولانس خبر میکنن. دوتا افسر نازنین او رو میبرن طرف پنجره، پنجره رو باز میکنن، او رو تا نیمه خم میکن تا نیمه خم میکنن که از هوای خنک شبانه استفاده بکنه. اما همونطور که در این گونه مواقع اتفاق میفته هر کدوم از این افسرها خیال کرده اون یکی محکمتر چسبیده لنگ طرف درمش چیا کما خیلی خوب عزیزم بیش بوم تبدیل میشه به مربای آلو. قضیه همین بود که خدمتون نرسید. توضیح خیلی استادانه بود فقط. خیلی به فشار اومد سردرد گرفتم. آه اجازه بدین من کمکتون کنم. باید اقرار کنم این روایت چند تا نکته رو روشن میکنه. این که مثلا چرا قبل از واقعه آمبولانس خبر کردن یا سقوط جسم سنگین؟ اصطلاحات عجیبی که قاضی توی گزارشش آورده. چه اصطلاحات عجیبی خانم فلتی؟ چیزی که من میگم اینه که نتیجه تحقیقات نشون میده که مرگ آنارشیست تصادفی بوده. تصادفی. برخلاف ادعای پلیس که میگه خودکشی بوده، میدونید که بین این دو واژه تفاوت فاحش. بیا تو. معذرت میخوام اصلا اینکه مزاحم شدم. نه باز دست به توزه بیا درست اومدی. من اومدم اینو تقدیم کنم رئیس. اون چیه؟ نمونه بازسازی شده بمبی که در بانک منفجر شد. بذار اونجا. نه ترسید خانمی از کار افتاده. برتو. بله. برو اونجا بیا. برو اونجا. بله. برو اونجا. برتو. الان بفرما اونجا میکن. بله رئیس. برتو اینجا. خواهش میکنم با هم کار داشتی کنم. من با اون شیشه میکنم. با این نفهم اصلا آشی برای چه زد چشمانی کبود کرده؟ ای تو نمیدونی ها؟ با اون شیشکی چی بود؟ کدام شیشکی؟ همون شیشکی؟ خواهش میکنم برتو قریب اینجاست. رئیس این حق منه که بفهمم. چه شده؟ میاد تو دفترم بدونه که سلام بکنه بنگ! ببین چه کبود چی کار کرده؟ یه تا نگاه کن. شما میتونید ببینید حضرت آقا. ببینید؟ مزلت میخوام شما چقدر به نظرم آشنا میایید. شاید به خاطر این چشمندامونه که بستیم. من شوخی نکردم، رئیس کاملا جدی گفتم. اجازه بفرمایید بنده خودم رو خدمت معرفی بکنم. من سروان مارک آنتونی بندی گینی از بشرمی هستم. پیکینی؟ گین گین غیر ممکنه نمیشه. این نمیشه بابا، من پیکینی رو میشناسم. تو در حال حاضر اونو نمیشناسی برتو؟ یعنی چی رئیس در حال حاضر اونو نمیشناسی؟ نه برتو تو ایشون نمیشه. تو خفه شو بابا، من با پیکینی دانشگاه پلیس میرفتم رئیس. کدوم احمد این کارو زشته کرد؟ آوازی رو اگر میزنی اجازه میخوام سرکار خانم ماریا فلتی رو که خبرنگار هستم به حضورت معرفی بشه. خبرنگار خیلی خوشبختم خانم فلتی. فلتی معذرت میخوام خانم فلتی، من بازرس برتوزو هستم. از دیدنتون خوشحالم. خواهش میکنم، منم همینطور، ولی من متوجه نشدم حضورتون. خانم برای انجام یک مصاحبه بسیار بسیار مهم به اینجا آمدن، خبرنگارن. متوجه شدم. خب خانم فلتی اگه مایلید میتونید از ایشون هم چند تا سوال بکنید. البته اپاموتی هست که احتمالاً بتونید برای من روشن کنید. گفتید که این جعبه حاوی نمونه بازسازی شده یه بمب بانک. بله، باید خدمتتون عرض بکنم که در واقع نمونه بسیار ساده ایه چون فاقد مواد منفجره اصلیه. ولی یکی از بمبا سالم مونده بود، یعنی منفجر نشده بود. کاملا درسته، همون بمبی که در بانک تجارت کار گذاشته شده. پس لطفا برای من توضیح بدید که چرا به جای خنثی کردن اون بعد تحویلش به بخش علمی بمب رو به حیات بردن، زیر خاک گذاشتن و
منفجرش کردن. معذرت میخوام، شما از کجای موضوع رو میدونید؟ باز از شما هم مثل من علت این کارو میدونید. به این ترتیب امضای قاتلین همراه با بمب نابود شد. حالا چیکار میکنی؟ ممکنه منفجر بشه و بمب بره. من چقدر وزن دارم. باز از پتوز اشکال نداره، من نگاهی کنم. شما واقعا با اینجور چیزاش نیدارید؟ با ناسلامتی من رئیس نشه ایلی هست. نگران نباش برتو. یعنی چی نگران؟ بمبا میندازه هوا. تشریف بیارید. این یک شاهکار انسانیست. دم هیجان زده میشه. شما این سیمهای بیشمار و رنگارنگ ملاحظه فرمایید. چشتی دستگاه تنظیم زمان سمرون نیست کی یا چه جوری منعدم میشه. اگر میخواییم قطعه به قطعه این رو خونسا بکنیم 24 ساعت طول میکشه. بوم بنابراین همونطور که حضرت علی فرمودی، قبل از اینکه توی جمعیت منفجر بشه بهتره امضای قاتل رو پاک بکنیم و توی حیات منعدمش بکنیم. آفرین، شما واقعا منو قانع کردید. آها بهتو تو هم یه چیزی بگو لطفا، نشون بده که ما تو بخشمون خواب نیستیم. به سر حالا نشون میدم خانم فلتی. معذرت میخوام خانم فلتی، به اعتقاد من کار تکنسین های بسیار بسیار کار کشته، یا به قول معروف باید بگم کار حرفه ای ها بوده. حرفه ای ها؟ شاید هم افراد نظامی ها؟ احتمالش زیاده. بله احتمالش زیاده. پس شما میدونستید، شما از این حقیقت آگاه بودید که ساختن بمب گذشته از تعبیه اون به اطلاعات و تجربیات حرفه‌ای ها نیاز داره، ترجیحاً حرفه‌ای های نظامی. بله بله جناب رئیس، به رغم این واقعیت همه تصمیم رو گردن یک گروه آنارشیستی منفرد و بیچاره انداختیم. شما رهبران اصلی ماجرا رو نادیده گرفتیم. حالا لازم نیست که من به اعتقادات و ایدئولوژی اون رهبران اشاره کنم. باید خاطر نشان کنم این قضیه هم صحت داره که تمامی نیروی پلیس ملی و نظام قانونی متفق القول دست به یکی کردن تا یه عده آدم ساده لوح درمونده رو متهم کنن. همون گروه آنارشیستی که رئیسش یه بالرگن بود. بله، باید بگم اونا عمدن اون پوشش ظاهری یعنی رقص انتخاب کرده بودن که جلب توجه کنن. حالا ورای اون پوشش ظاهری آدم چه واقعیتی رو به صورت عریان مشاهده میکنه؟ اینکه از هر 10 نفر عضو اون گروه 2 نفرش متعلق به شما بودن، 2 نفر از خودی ها، یا بهتر بگم خبرچینا، جاسوسا. یکی از اونای فاشیست اهل رومه که همه اونو میشناسیم، البته به جز گروه ساده لوح و غافل ما. نفر بعدی یکی دیگه از پلیسای خودتونه که خودش یه آنارشیست جا زده. جاسوس نه خانم فلتی، گروه های اطلاعاتی و آگاهی ستون اصلی هر ملت متمدنی هستن. نه تا هر ملت غیر متمدنی. بدون وجود یک سیستم اطلاعاتی دقیق یک ملت آزاد ممکنه به ورطه هر نوع جنبش افراطی سقوط کنه. یا ورطه هر انتخاباتی. بعد خودم کوچکترین دغدغه و ناراحتی از این بابت ندارم که ما یعنی حکومت به هیچ وجه نمیتونیم بزنیم که مردم دیگه دارین اقرار میکنین جناب رئیس. نه خانم فلتی نه. حتی امشب هم در میان این تماشاگران عزیز تصویر میکنم که چند تایی از ما حضور دارن. میخواییم خودتون ببینیم؟ ببینیم. بله بابا. آماده اجرای فرمانی رئیس. در خدمتیم. نترسیم بابا، اینو بچه های پشت صحنه. پلیس های واقعی اون بیرونن و... ببینید؟ آزاد. قدرت ما در افراد خودی نهفته از خانم فلتی. ما به اونا احتیاج داریم تا از جریاناتی که در حال وقوعه ما رو به موقع مطلع کنن تا بتونیم موضوع رو تحت نظر داشته باشیم. بله دقیقاً. پس اگه اعضای اون گروه کوچیک کاملاً و به طور مداوم تحت نظر بودن، چطور اون گروه تونست بدون اینکه اعضای شما سر برسه چنان عملیات پیچیده‌ای رو سازماندهی کنه؟ واقعیت اینه که اون موقع مأمور اطلاعاتی ما در گروه حاضر نبود خانم فلتی. و اون خودی دیگه چی؟ اون فاشیسته چطور؟ اون که بود مگه نبود؟ تازه اونقدر فعال بود که قاضی اون شخص خودی رو مسئول اصلی سازماندهی اعلام کرد. اینا کلمات شخص قاضیه که گفته اون شخص از ساده روحی آنارشیستا برای اجرای عملیات تروریستی استفاده کردن، در حالی که اونا از ماهیت جنایتکارانه عملیات بی اطلاع نبودن. اینا کلمات و عقاید شخص قاضیه. فاشیستی که شما درباره‌اش حرف میزنیم به طور قطع و یقین یکی از خودی‌های ما نبوده. پس چطور دوربر قرارگاه مرکزی پرسه میزده؟
مخصوصا در اطراف بخش سیاسی در رو. از این موضوعی که میگی بنده کوچکترین اطلاعی ندارم. آه اطلاعی ندارید؟ نه خانم. پس اطلاعی ندارید؟ نداریم دیگه. گوش کنید، در 14 ماه گذشته 173 حمله انفجاری صورت گرفته، یعنی ماهی 12 تا، سه روزی یکی. ثابت شده که 102 تا از اینا کار فاشیستای شناخته شده است. به احتمال قریب به یقین نیمی از 71 مورد باقی مونده هم کار فاشیستا یا گروه های شبه نظامی راست افراطیه. شما با این ارقام موافقید جناب رئیس؟ ظاهرا کمی ارباب شده ولی اساسا درسته. شاید میتونیم بگیم برای بررسی. وقتی این کارو میکنید ببینید چطور خیلی از این عملیات نفرت انگیز طوری طراحی شده که چپ مورد سوء زن قرار بگیره. چطور؟ خانم فلتی، شما در واقع از من میخواین که تمرکز بکنی و حواسمون رو جمع گروه هایی بکنیم که از این آشفته بازار دارن استفاده میکنن. نه خیلی خوب، اگر شما آمدگی شو دارین ما هم این دمرهای چرکین رو نیشتر میزنیم. ببین منو جان برای چی رایی؟ چی هست؟ آنم داره باشی. باید اعتراف کنم شنیدن چنین حرفایی از یه پلیس واقعا حیرت انگیزه. رئیس نمونه میشناسم، فهمیدم کیه، شناختم. خیلی خوب، پیش خودت نگه دار. چیه پیش خودت نگه دارم؟ از شما تغییر قیافه داده میدونی؟ دیوانه هست. دیوانه توی دیوانه پدرته. و میدونم اون که باز رست باز خواهی میکنم فلتی، مشکلی پیش اومده. تا شما صحبت میکنیم من هم این مشکل رو حل میکنم. چیزی نیست، باز خواهی بنده رو بپذیرید. خانم منشو بگیر، دهنشو بگیر. تو من یک روزنامه نگاری و قصد داری با قلم خودتون این دومل چرکی مردم رو نیشتر بزنید. اما چی نصیبتون میشه؟ رسایی، مشکی از سامیه کله گنده ها و بزرگان که تبانی کردن، همینطور رئیس پلیسی که به زودی از کارش عزل خواهد شد. برای یه روز کم کاری نیست. اما حکومت، حکومت پابرجا میمونه. مردم طالب حقیقت هم، اما کمون ها رسوایی حقیقی میشون. مردم کار میخوان، خانه میخوان، غذا میخوان، بیمه میخوان، امنیت میخوان. اما این نظام اقتصادی قادر به انجام خواسته ها نیست. و درست همانی که مردم تصمیم میگیرن با اردنگ حکومت رو بندازن بیرون و جاش یک حکومت بهتر جایگزین بکنن، و چی بهشون هدیه داده میشه؟ چی بهشون گفته میشه؟ اصلاحات. همه اینا درست. شما چه پیشنهادی دارین؟ که منم هیچ کاری نکنم؟ منم با این لاپوشونی هم دست بشم؟ به هیچ وجه. شما به افشاگریتون ادامه بدین. طبقه حاکمی که اصولا بر اساس استثمار یک طبقه سایر طبقات شکل گرفته و پابرجا مونده، در اون فساد اجتناب ناپذیر. دهنشو بگیری خانم فلتی، من اینو میشناسم. بذارید حرف بزنم لعنت، که من میدونم که باز هستید. یه لحظه منو ببخشید، دهنشو بگیری. شما واقعا کی هستی؟ این سوال درسته. تو واقعا کی هستی؟ لعنتی بدونی که مرد شیاد من میشناسم تو. بذارم کنید دست منو بگیرم میزنم. با چه افتضاحی هایی؟ گفتم بهتون اختار میکنم، یه مسئولیت شما خودتونه. تو آروم باش. خدا دارون باش رئیس عوضی. چی؟ این دیوانه یه بیرون ببینم. بیا 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 زود داشته بیرون. با منی؟ بله با تو هم بیا. بشین بشین اینجا. خانم فلتی بیا اینجا. این دستمند و کلید بردار، همه رو به من بقا به پنجره. زود باش. نه من نه میزنم مختو میترکونم. زود باش یلا را بیفتیم. رئیس خریفه به چی نگاه میکنی عوضی ها؟ زود باش خانم فلتی. برشو برتو هم قد برتو برتو نکن رئیس. حالا ما به هم میزنی با اون کت شلوار مسخرت. خریفه نظرت میخوام، ما این تنها رایی بود که میتونستم بادرتون کنم به حرفان گوش بده. لعنتی ها ای کسافت عوضی. خوش وقت خوش وقت بیان.
لطف میکنی خودتو با آقای اون معرفی بکنی؟ حتما. نه 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 بازه چه خوشلیپ برست مداره چه دیوان خانه رو بیار اونا رو نشونشون بده زود برش کارگرهای اروپا 50 سال قبل تصمیم گرفتن انقلاب کنن اما چی نصیب اون شد؟ اسارت جنگ اصلاحات تبت چکونی بعد وعیدهای بیهوده رسوایی مردم عاشق رسوایی هم این بوی کثافت خدا آدم بیماری های فقرا دیسپومانیا بیمارستان های روانی ایمولا حالا فهمیده دیوونه است حیف شد من خودم رو آماده کرده بودم که یه مقاله درست و حسابی بنویسم حالا همه چی خراب شد اون جانی اون کثافت خودش رو جایی قاضی غالب کرد تحقیقات مجدد وقتی فکرشو میکنم که من توسط کارهای اون از ترس قش کردم در قیاس با شرایطی که الان توش قرار دارین باید بگم اون موقع اوضاعتون خیلی خوب بود که من یک کمی روی این شاسی فشار بیارم هممون در عرض 10 ثانیه میریم رو هوا های داری چی کار میکنی احمق نشو احمق نیستم اما دیوانه هستم از ساعت بذار یه میز بذار یلا بجو سریع بگر نه بهش پس نزن برتو برفاش بیشتر کن اون بمب پونسه شده چطور ممکنه منفجر بشه آره گوله حرفاشو نخور این دانش بزنی یه جلو دو کمی سرت میشه بیا بیا نگاهی به چاشنش بنداز همینطور این دستگاه تنظیم زمان آروم باش یه کوچولو من دستگاهیش کردم ببین برتو برتو جان نه برتو برتو نکن بسن حواست جمع بشه برتو میتونم بشینم بله متشکرم برتو رئیس یه کلید صوتی تأخیری روش نصب کرده دیوانه دستتو بیار آقا بجام خواهش کنی آقا شده باش نازد نارنجی خب ببینیم دیگه توی این کیف پیدا میشه آه زبط شد این چی این تو گذاشته من گذاشتم من گذاشتم اما موقعی که وارد این اداره شدم صدای همه تو زبط شده حالا میخوای با اون نوار چی کار کنی؟ تلسکوپی ازش تهیه میکنم بعد میفرستم به دفاتر احزاب روزنامه ها همینطور هیئت دولت بعدش بعدش کلید خانم فلتی کپل خانم تو و این بوم 5 دقیقه دیگه بوم نه چرا همون رفت کن تو یه دیوونه ای بحثی در اون نیست نمیتونی با این خون سردی آدم بکشی میتونی اگه اونا جای من بودن خیال میکنی چی کار میکردن این بچه های هیتلر و موسولینی این تخم تک های پینوشه های امروزی نمیتونی قانون رو با دست خودت اجرا کنی میتونی چاره دیگه ندارم هر کاری غیر از این بکنن جام زیر خربارها خواهد به دولت بعد به طور علنی توی دادگاه اجرا بشه آره درست میگه به طور علنی اونم توی دادگاه اونا رو میکشی و خودت هم بهتر از اونا نیستی با این کار فقط خشم و نفرتت از بورژوا دموکراسی رو نشون میدی بورژوا دموکراسی فقط برای جلوگیری از شماست پوست این نازک از حقوق بشر به تنگ کرده اما وقتی حرارت همه چی رفت بالا وقتی طبقه حاکمه نقشه بود ترویش برای بدبخت کردن ما شکست خورد وقتی که مردم ریختن توی خیابونا برای به دست بردن بیمشون یا سر و ته حقوقشون رو زدن تا به خاک سیاه بشینن تا جیب آقایمون پر بشه و سعی و تلاش شما هم نافجا موند برای که جلوی مردم رو بگیرین مرد پوستاشون رو جر میدن سگاشون رو ول میکنن تو خیابون تا بیفتن به جونه با نه این فرضیه که بورژوا دموکراسی میتونه از درون همه چیز تغییر بده به نظر من پوچ و بیاساسه تو آدم افراطی هستی یه لات قلدر
متأسف کله خشک، اجازه نمیدم دست به این خشونت بزنی. نمیتونی جلومو بگیری. باشه پس منم بکش، وگرنه همه چیزو به همه کس میگم. آفرین فلک، آفرین آفرین. خواهش میکنم این کار نکن. نه آره از تو برمیام. واقعا میخوای این کارو بکنی؟ آره چیه؟ ترسیدی؟ همینجا میخوام این کارو بکنم. نمیتونی بمبو بندازی تو خیابون چون محل رفت آمد مردمه، اما میتونی گزارش رو بدیم تو اینا رو هم رها کنی. اما مطمئن باش تبرئه میشن. ها یه راه دیگه هم داریم، شریک جرم من بشی، به افراطی ها بپیوندی. تصمیمش با خودته. اریو درتی خانم فلتی، اون کلید مرد خواهش میکنم. خانم فلتی خواهش میکنم کلید مرد دارید. درش درمی این دادگاه، هر کاری بخوای میکنم. من التماس میکنم خانم فلتی کمکمون کن. بچه خانم فلتی سر چند بار کنی نکن. بچه یا اون باید تصمیم بگیره. انصاف داشته باشیم، کار آسونی نیست، به خصوص وقتی میفهمیم خیلی از مشکلات راه حل تدریجی ندارن، باید آنن تصمیم گرفت. ولی 30 ثانیه خیلی زمان کمی. خانم فرچی اجازه کن خواهش میکنم. اما مورد از این منظر آمدی دارم. خواهش مورد بجوری خانم فرچی بچی نهاری کنم بیا نه. این از نظر من یعنی یه پایان خوش، اما از نظر منتقدین نمایش این پایان بندی چندان چنگی به دل نمیزنه. در ضمن اونا خیلی مایل نیستن که لاتولوتای اولترا چپ موفق بشن. اما از نظر من استاگراهایی مثل ماریا فلتی شاید بتونن انجام قوانین رو در این مملکت تضمین بکنند. بذارین یه صورت دیگرش هم ببینیم. فلتی با که چه کار میشه کرد من نمیدونم، شما میدونی؟
باشه.